آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی باز هم در حضور شما قرار دارم و برنامه از گپ گپ میخیزه روز پنجشنبه 24 دلو سال 1398 هجری خورشیدی برابر با 13 ماه فوریه سال 2020 میلادی را تقدیم حضورتان میکنم. قبل از اینکه صحبت امروز یا تبصره های امروز خدمت شما که یکی به دیگه پیوند یا رابطه دارن پیشکش کنم، ما امیدوار هستم که هموطنان ما آنچه من میگم او را با هوشیاری و خرد که دارن مورد قضاوت قرار بدن و پیشداوری نکنن. ضرور نیست آنچه که من خدمت شما عرض میکنم حتما او را باید قبول کنین یا بپذیرین. نهایت روی آنچه من صحبت میکنم باید تعمق و تفکر کنیم. بر صورت سخن را از اینجا آغاز می کنیم که حتما بعدا از گپ گپ خواهد خیست. افغانستان در 34 قرن 20 اعلام استقلال، آرامش نسبی، تصویب چند قانون اساسی، اعلام و اجرای مشروطیت و آزادی نسبی مطبوعات و احزاب سیاسی و اعلان جمهوریت و اصلاحات سیاسی هرچند اندک اما بی سابقه را تجربه کرده است. در ربع چهارم قرن بیستم یک بار دیگر افغانستان دستخوش تجاوز نظامی شد. اردوی سرخ به افغانستان حمله کرد و حکومت مزدور خود را در کابل نصب نمود و مقاومت ملی افغانها در برابر اشغال جنگی را کلید زد که 14 یعنی تا امروز هم این کشور در آتش خشونت و درگیری می سوزد که این وضعیت هر روز نسبت به روز قبل بیشتر شده تا جایی که امروز افغانستان را واقعا در لبه پرتگاه قرار داده است. مقدمه بود بر اظهارات یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، معذرت میخواییم، یکی از نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، یکی از نامزدان ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، کشوری که نظم سیاسی جدید افغانستان را پی ریخته و حیات و ممات این نظام به کمکهای گسترده سیاسی، نظامی و مالی این شریک و حامی استراتژیک بسته است، به تازگی سخنی در مورد افغانستان گفته که باب بحث بزرگ و جنجالی را در این کشور باز کرده است. جو بایدن، یکی از نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده، در یکی از همایش‌های انتخاباتی ایالات متحده چند روز پیش گفت که افغانستان کشور چند پارچه است و ملت سازی در آنجا امکان ندارد. موضع بایدن افغانها را به دو جبهه مخالف و موافق تقسیم کرد. گروه برو تاختند و دیگری گفتند که از قضا درست و به حق میگویی. در این سخن آقای بایدن چی گفته است؟ یا بهتر است بگویم در این سخن آقای بایدن چی چیزها نهفته است؟ با هم میرویم و در رابطه با این تبصره ویدیوی آماده ساختیم. این ویدیو رو میبینیم، پس از دقایق برمیگردیم با ادامه این تبصره میپردازیم. با ما باشید. افغانستان هیچ زمان کشور یک پارچه نخواهد شد. این درشترین جمله جو بایدن در توصیف کشور است که از حدود 2017 امریکا در آن حضور دارد. آقای بایدن، یکی از نامزدان حزب دموکرات، شام دیروز در یک مناظره میان حزبی همچنان گفته که امکان متحد ساختن افغانستان وجود ندارد.
و امریکا تنها به موزل تروریسم در آن منطقه باید رسیدگی کند. در واکنش حکومت افغانستان میگوید که سپاسگزار کمک های امریکاست، اما افغانستان کشور یک پارچه است که با یک ملت واحد همچنان باقی خواهد ماند. افغانستان افغانستان یک کشور متحد است که یک پارچگیش را در طول تاریخ ثابت کرده. ما در برابر خیلی از حملات و تهاجمات مقابله کرده و این خاک را نگهداری کرده ایم. و علت پاسبانی از این خاک همین است که ما یک ملت متحد هستیم و اراده قوی داریم. ما از کمک های امریکا سپاس گذاریم، اما یک ملت بودیم و یک ملت باقی خواهیم ماند. با این حال آقای بایدن گفته که امریکا در افغانستان باید روی این نکته تمرکز کند که از این کشور علیه امریکا استفاده نشود. از این تحلیلگر مسائل حقوقی پرسیدیم که این اظهارات آقای بایدن حامل چی پیامی به افغانها و امریکایی هاست؟ پیام جو بایدن ای است که اونا جلب توجه امریکایی ها را بکنند، به خاطر که امریکا در افغانستان به اهدافی که آمده بودند متاسفانه که نتوانستند اهداف را برآورده بسازند. بنابراین این یک پیام کمپاینی انتخاباتی است، ولی در پهلوی از این را هم نشان میده که حکومت افغانستان هم یک حکومت ضعیف بود و هنوز هم ضعیف است. یعنی به مور رقمی که افغان ها باید با خود کار میکردن و از این فرصت ها استفاده میکردن استفاده نکرده، و این هم یکی از واقعیت های است که باید آدم نادیده نگیرند. اما برخی ها با اشاره به وجود اختلافات حاد قومی میان شهروندان افغانستان میگویند که اظهارات جو بایدن یک واقعیت تلخ افغانستان است. شعیب رمزی یکی از باشندگان کابل بدین باور است که ادامه اختلافات قومی در افغانستان این کشور را پلاج ساخته است. گپشان درست است. در افغانستان همگی قومی فکر میکنند، همگی درباره ملیت خود فکر میکنند و هزاره و پشتون و تاجک گپا را در میان میگذارند و هیچ کس متوجه خاک خود و ای وطن نیستند. من شخصا مخالف گفته های جو بایدن هستم، به دلیل اینکه صدها سال می شود افغانستان یک کشور یک ملت واحد است، اما 40 سال جنگ در بین مردم فاصله ایجاد کرد، اما این فاصله ها موقتی است، به طور همیشگی و طولانی نیست. با این حال نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در واکنش به اظهارات جو بایدن گفته که افغان ها می توانند ملت سازی کنند. رولاند کوبیا در صفحه تویترش گفته که اتحادیه اروپا به ملت سازی در افغانستان باورمند است و افغان ها می توانند که پیرامون ارزش های اصلی و اهداف صلح‌آمیزشان متحد شوند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل. توافق کنفرانس بن، قانون اساسی و نظام سیاسی جدید، مشارکت سیاسی اقوام را در قاعده به رسمیت شناخت و برغم برخی اختلاف ها و کاستی ها، شاخص های توحید اقوام افغانستان به عنوان یک ملت با مشترکات سرزمینی و ملی را تثبیت کرد. پس از توافق بن، چشمانداز ملت سازی در افغانستان برای افغانها و حامیان شرکای بین المللیش امیدوار کننده بود. دو دهه پس از توافق بن، حالا افغانستان یک از حادترین اختلاف نظرها، شکافها و به اعتمادی های سیاسی و اجتماعی حیات معاصرش را تجربه می کند. تقریبا همه شاخص هایی که تعریف کننده و تشکیل دهنده یک ملت است با بحران و نزاع مواجه است. توافق بر سر پرچم ملی، سرود ملی، زبان ملی، ارزش‌های ملی، وحدت ملی، زعامت سیاسی واحد و دیگر نمادهای مشترک دال بر ملت بودن افغان‌ها متاسفانه وجود ندارد. شکاف‌ها و نفرت‌های قومی به طرز غیر قابل مهار در حال افزایش است. توافق بر سر هویت ملی اصلا وجود ندارد. گروه ساز ما افغان هستیم را سر دادن و گروهی از آن سوجویی میکنند و برگشت به خراسان و باز تعریف جغرافیا و هویت کشور را میخواهند تغییر بدهند. موردی که نشان میدهد افغان ها در مورد مرزهای سرزمینیشان توافق ندارند. ادعی میخواهند
همه مردم بپذیرند که هویت ملی در این کشور فقط افغان است و گروه مقابل با پرخاش و تندخویی این هویت را جعلی و تحمیلی ادعا می کنند. نزاع بر سر زبان مضاف بر این اختلاف هاست. کشمکش بر سر اقلیت و اکثریت هرچند از چند گاه زبانه می کشد و پایه های برخی سهمبندی ها در نهادها را موجب شده است. در این میان احتمالاً یکی از شدیدترین موضوعات منازع اختلاف و نزاع بر سر مشارکت سیاسی است. سیاستمداران با اعمال محدودیت در مشارکت سیاسی برای سایر اقوام انحصار منابع قدرت و اعمال تبعیض قومی متهم هستند. این نزاع به ویژه در دوره 5 ساله حکومت وحدت ملی اشرف غنی بیشتر اوج گرفت و تشدید شد. فهرست مسئولان نهادهای کلیدی دولت به تفکیک تعلق تباری این افراد نشان می دهد که بخاصه در نیمه دوم حکومت وحدت ملی قوم رئیس جمهور رهبری اکثریت نهادهای کلیدی دولت را در اختیار دارد. مردم افغانستان از حداقل شاخصهایی که یک جامعه را به ملت تبدیل می کند محروم هستند و به این ترتیب می توان ادعا کرد که افغانستان یک ملت نیست. استفاده از همین واژه افغان برای بخش بزرگ از مردم افغانستان به عنوان هویت ملی قبول شده است و عده محدودی هم آن را قبول ندارند. آنها خود را اصلا افغان نمی دانند. اما اجالتا چاره برای بکار نبردنش نیست و این کلمه به عنوان هویت ملی مردم افغانستان در قانون اساسی جاری و نافذ به رسمیت شناخته شده است. در 2 دهه گذشته که یکی از ماموریت‌های اصلی ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در افغانستان ملت‌سازی بود، اما میتوان ادعا کرد که افغانستان در این پروسه اصلا موافق نبوده است. ملت سازی در افغانستان در 2 دهه گذشته بیش از آن که بر پایه پذیرش تنوع قومی و فرهنگی، مدارای اجتماعی و به رسمیت شناختن مشارکت سیاسی عادلانه و توسعه متوازن بوده باشد، بر میار روایت های یک جانبه شخص رئیس جمهور آقای اشرف غنی چرخیده است. در 2 دهه گذشته مراد از ملت سازی هویت ملی، ارزش های ملی، فرهنگ، منافع و وحدت ملی و مشارکت سیاسی پروسه‌ای بوده که در آن هویت، ارزش‌ها، فرهنگ و منابع و منافع و غلبه سیاسی یک بر دیگر تحمیل شده است. در این روایت مادامی که از مشارکت سیاسی با عنوان یک مطالبه طبیعی حقوق یک تبع کشور یاد شده، برچسب تخریب وحدت ملی خورده است. دوستان ارجمند، باز هم یک گزارش دیگر در مورد اظهارات آقای جو بایدن داریم که خدمت شما تقدیم میکنیم. پس از دقایق برمیگردیم، با ما باشید. اظهارات و گفته های بی سابقه جو بایدن در مورد افغانستان. آقای بایدن گفته که افغانستان هیچگاه به وحدت و یک پارچگی دست نخواهد یافت. سلام، به یک ویدیوی دیگر از خورشید پلاس خوش آمدید. دیشب کاندیدان پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا در ایالت نیو همشایر مناظره انتخاباتی برگزار نمودند و پیرامون مسائل مختلف داخلی و خارجی ابراز نظر نمودند. در میان سایر مسائل دیدگاه‌های متفاوت، اما واقعیت‌های تلخ در مورد افغانستان را نیز به زبان آوردند که کاملاً بی سابقه بود. جو بایدن، معاون اسبق بارک اوباما و یکی از کاندیدان پیشتاز ریاست جمهوری، یک بار دیگر افغانستان را یک کشور تقسیم شده و یک پارچه دانست و اضافه نمود که آن کشور هیچگاه به وحدت و یک پارچگی دست نخواهد یافت. این در حالی است که جو بایدن چند هفته قبل نیز افغانستان را سه پارچه و جور ناشدنی گفته بود. اشاره آن وقت جو بایدن به تسلط پاکستان بالای ولایات شرقی و تسلط ایران بالای ولایات غربی افغانستان بود. جو بایدن ضمن اشاره به سفرهای خود به افغانستان گفته، او به خوبی دریافته که افغانستان هیچگاه متحد و یک پارچه نخواهد شد. به باور جو بایدن، تلاش برای ملت سازی در افغانستان بی نتیجه و ضیاع وقت بوده و می باشد.
سخنان جو بایدن از واقعیت‌های عینی افغانستان پرده برداشت و برای اولین بار این حقایق تلخ به گونه واضح با آمریکایان و جهانیان در میان گذاشته شد. وقتی نیمی از ملت و حکومت ما پاکستانی پرست باشند و نیمی دیگری آن ایرانی پرور، آیا ما ادعای استقلالیت می توانیم؟ از یک طرف به خاطر مصالح اولیای کشور و به خاطر حفظ وحدت و یک پارچگی ملت هر نوع قربانی را میپذیرد، اما طرف دیگر از طریق حذف، تفریق افغانی و برتری جویی به پیش می رود. ملت سازی به مفهوم نمی شود. نظر شما در مورد این گفته های جو بایدن چیست؟ آیا واقعا افغانستان هیچگاه به وحدت و یک پارچگی دست نخواهد یافت؟ افغانستانی که دهه سوم قرن 21 را در پیش دارد، مملو از تنش، نفرت و شگاف های قومی، اجتماعی و سیاسی است. واقعی است که عالمی از مسائل حل نشده، خروارهای از سخنهای بکینه و نفرت تبدیل شده، اختلافهای سیاسی و قومی، نفرتها و کینه های بجا مانده از سالهای جنگ، جنون و کشتارهای بیرحمانه که توسط تنظیمهای جهادی، طالبان و کمونستها صورت گرفته، سوی تفاهمهای بزرگ و خطرناک فرهنگی و اجتماعی، اختلافهای جدی بر سر اصول عمده زیست مشترک در یک جغرافیا با هویت مشترک، فقر، نبود خدمات صحی و آموزشی و فهرست از مسائل مشابه، این کشور را به انبار باروت تبدیل کرده است که اگر مدارای نیمبند و نظم سیاسی لرزان تحت الحمایه امریکا آسیب ببیند، این انبار انفجار میکند، فارغ از مصلحت‌های گاه خیرخواهانه سیاسی و کتمان هدفمندانه خطراتی که میتواند افغانستان را بار دیگر به یک جنگ و کشتار رقابتبار داخلی معذرت میخوام رقابتبار داخلی ببرد. واقعا این است که چنین احتمالی به صورت بالقوه پشت درهای نظم سیاسی اجتماعی لرزان و بی‌ثبات حالا دهان باز کرده است. افغان‌ها در عمل و عالم نه امکان فراز همدیگر و حل شدن در دیگر ملت‌های دنیا را دارند و نه می‌خواهند به تجزیه فکر کنند، چون نیک می‌دانند که در آن صورت این کشور بین اقوام نه بلکه توسط کشورهای حامی اقوام تقسیم خواهد شد. با بسته بودن این دو دریچه چاره جز زندگی مشترک در جغرافیای مشترک و حل کردن اختلافات و دور ریختن کینه‌ها و خصومت‌هایشان نیست. به نظر می رسد گام اول پذیرش و به رسمیت شناختن اختلافات، خصومت ها، سوء تفاهم ها و مسئله های انبوه و درشت سیاسی، تاریخی و فرهنگی حل ناشده است. این رخداد نه تنها امنیت، وحدت و همبستگی شعاری و جعلی افغان ها را تهدید نمی کند که می تواند به خلق و استحکام هویت وحدت ملی منجر شود. گام دوم آغاز شدن یک گفتگوی فراگیر سیاسی و اجتماعی و پرهیز از عصبانیت، چیغ زدن، فغان زدن و تحریک کردن، مطلق‌انگاری و برتری جویی شخصی و خود را عالم و متفکر دنیا پنداشتن می باشد. اختلاف وسیع سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی میان افغان‌ها و ضرورت سخن گفتن در مورد این اختلافات باید به گفتمان واقعی و ملی میان تمام مردم ساکن در افغانستان تبدیل شود. کتمان و لاپوشانی خصومت ها و نفرت ها و امتناع لجوجانه از گفتگو و طرح مسئله، تلاش محکوم به شکست و فربه کردن انبار نفرت ها و خصومت هاست. بدهیات حاکم بر مناسبات اجتماعی و سیاسی شوخی بردار نیست. این بدهیات میگوید مردمی که خصومت ها و نفرت هایشان را پنهان و از گفتگو در مورد تنش هایشان میپرهیزند، به این پندار که پاک کردن صورت مسئله به محو خود مسئله می انجامد یا سیاست ها و رویه های اجتماعی معطوف به غلبه قومی و نفع تنوع قومی و فرهنگی می تواند به پیروزی برسد، در نهایت
به پیشگاه قضاوت خشونت، کشتار و تباهی خواهد رفت و تفنگ میانشان حاکم خواهد شد. افغان ها در پروسه ملت سازی فرض می کنیم که چنین پروسه به معنای درستان وجود داشته شکست خوردند. افغان ها با خرواری از نفرت، خصومت، تنش و اختلافات قومی، سیاسی و فرهنگی زندگی می کنند و از حداقل شاخص هایی که آنها را به ملت تبدیل کرده باشد متاسفانه بی بهره هستند. رای حل مهار این چند پارچگی خطرناک اعتراف به شکست، اعتراف به تنش‌ها و خصومت‌ها و چاره‌جویی برای این مسئله فربه از طریق گفتگو و تفاهم و امتناع از برتری‌جویی قومی و عصبانیت و چیغ زدن و فریاد کردن است. ایده هنوز در دهه 50، 60 و 70 زندگی می‌کنند و نمی‌خواهند درک کنند تا وضعیت افغانستان با حذف و انکار همچنان به بن‌بست پایان می‌یابد. نفی و امتناع همدیگر نه تنها حضور و دخالت کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای را در افغانستان بیشتر نموده است، بلکه وضعیت این کشور را نیز بغرنج و پیچیده، نامعلوم و نامشخص می‌سازد. از سوی دیگر جناح‌های مختلف و برگزاری کنفرانس‌ها و جلسات متعدد در امور صلح همانطوری که اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد، همچنین از عدم هماهنگی، رقابت‌های منفی و چند پارچگی افغان‌ها در پروسه صلح خبر می‌دهد. از این رو نفی و امتناع افغان‌ها از همدیگر، پای کشورهای قدرتمند و سازمان‌های مختلف جاسوسی و امنیتی را بیش از پیش فراهم می‌سازد و در کشورهای مختلف در کنار سیاستگزاران خارجی این کشورها بخشای استخباراتی، امنیتی و دفاعی آنها نیز به صورت مشترک و سوا از هم به امور افغانستان می پردازند. از این لحاظ افغانستان به میدان رقابت و جنگهای نیابتی تبدیل شده است و کشورهای متعدد می کشند تا از این آب گلالود ماهی بگیرند و بخش از منافع برون مرزیشان را در خاک افغانستان به دست آورند. نامنی و جنگ های ناتمام و دراز مدت در کنار حضور نزدیک به دو دهه ناتو در افغانستان، فعالیت های گسترده تر روسیه، چین و ایران نیز در پی داشته است. عربستان سعودی، امارات متحده عرب و قطر نیز چشم از افغانستان نمی بندند. پاکستان این کشور را حیات خلوت خش می پندارد و از هیچ تلاش برای حکم روایی و دخالت در امور افغانستان فروگذار نمی کند. حساسیت و دخالت های پی در پی پاکستان در افغانستان هند را نیز حساس و فعال ساخته است تا از رقابت در این کشور باز نماند. بنابراین حذف و انکار افغان ها نسبت به یکدیگر این جغرافیا را به میدان مبارزه و رقابت های پیچیده و ناتمام تبدیل کرده است و مجاهدین که در دهه 60 و 70 مورد حمایت غرب و ایالات متحده امریکا در مقابل نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت در افغانستان قرار داشت، در حال حاضر آنها به عنوان جنگسالاران و گروه های افراطی و بنیادگرا توسط همین کشورها معرفی می شوند، در حالی که آنها از آغاز هم افراطی بودند، هم بنیادگرا بودند و هم ظالم و دشمن مردم و کشور افغانستان. در این میان مردم قربانیان اصلی جنگ‌های نیابتی و منافع متضاد قدرت‌های بیرونی است. از بیرون افغانستان در مورد روند صلح و امور این جغرافیا تصمیم گیری می شود و نه تنها مردم بلکه سیاستمداران و رهبران این کشور نیز تصمیم گیرندگان اصلی این پروسه نیستند. تصمیم گیرندگان از بیرون امور افغانستان را جهت می دهند و گاه طالب ظهور می کند و زمان القاعده و داعش. این ظهور و افول به ترتیب منافع و حضور و فعالیت ناتو و سایر کشورهای زینف را در افغانستان رقم می زند. از این رو گاهی چنان پرقدرت از عدم حضور داعش در افغانستان سخن گفته می شود که گویا اصلا داعشی در افغانستان وجود ندارد
و زمان هم ناتو و رسانه های جهانی چنان فعالیت ها و استراتژی های دراز مدت داعش در افغانستان را تعریف و بیان می کنند که گویا در نوشتن و طراحی آن شریک و حضور داشتند. اینجاست که زمان انقضای طالبان فرا می رسد و روند گفتگوهای صلح وارد فضای جدید و جدی خود می شود. آقای ترامپ اعلان می کند که به زودی پیمان صلح با طالبان به امضا خواهد رسید. صدای خفه شده و ناشنیده نزدیک به 2 دهه حکومت افغانستان مبنی بر آموزش، تجهیز و اعزام طالبان از پاکستان به افغانستان به گوش مقامات کاخ سفید خطور کرد و زلمه خلیزاد، امریکایی افغان تبار، فرستاده ویژه خود را در امور صلح افغانستان برای چندین مرتبه به پاکستان فرستاد. خلیزاد نیز برای رضایت طالبان و خوشنودی آقای ترامپ دست به دامن پاکستان و ISI می شود تا از این طریق مذاکرات صلح به نتیجه برسد. در میان گاهی با مقامات افغان نیز مشوره های خونسردانه انجام می دهد، اما آنچه مهم و در اولویت قرار دارد رضایت و همکاری پاکستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره و صلح است. اما یک مسئله بسیار مهم فراموش شده است که این از یاد رفتگی رای حل صلح افغانستان را پیچیده می سازد. آن مهم چند پارچگی انکار و حذف افغانها توسط خودشان است. برگزاری جلسات متعدد، تبعیض و نشست های زد و نقیض همواره به ضرر افغانها و این سرزمین تمام شده است. صلح طالبان که بیشتر با نیارها و منافع کشورهای غربی و به خصوص امریکا تحقق خواهد یافت، گروه های افراطی دیگری چون داعش را فعالتر می سازد و این کشور را همچنان در نارامی و جنگ های ناتمام قرار می دهد. در مورد صلح وعده شده از جانب آقای ترامپ و همچنان مساعی و تلاش های آقای خلیزاد و اظهارات بعضی از به اصطلاح سیاسیون افغانی، دو گزارش داریم که پیهم خدمت شما تقدیم می شود. تا دقایق دیگر برمیگردیم و می پردازیم به بخش پایانی تبصره امروز. چند گام دیگر تا توافق صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان. حکومت افغانستان پس از هفته ها پافشاری بر سر برپایی آتش بس پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانی ظاهرا از این موضعش عقب نشسته و به طرح کاهش خشونت ها راضی شده است. مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور روابط عامه و راهبردی با ابراز رضایت از آنچه او پیشرفت‌های چشمگیر در گفتگوهای دوحه می‌خواند، می‌گوید انتظار دارد که کاهش خشونت‌ها بتواند به برقراری آتش بس منتج شود. جانب ایالات متحده و طالبا به یک توافق نزدیک میشن که او کاهش قابل ملاحظه خشونت که منجر به آتش بس میشه، رئیس جمهور از او ابراز خرسندی کرده، ولی ما امیدوار هستیم وقتی که مذاکرات جانب ما با طالبان شروع میشه قبل از او آتش بس شوه. از سوی منابع آگاه از جریان گفتگوها نیز میگویند که بیشتر از هر زمان دیگر دو طرف به امضای توافقنامه صلح نزدیک شدند و تنها اختلاف های اندکی میان طرف ها باقی مانده است. هم معلوم است که کلمه او کم زای کلمه در موضوع در مسوده نست کیجی او روز مخکی تر اغا او روز مخکی بده تا و تلخوالی کچه هم ناکبیجی با این حال که بود در افغانستان در پار در بین افغانی مذاکره در پار پر دیبانی بحث کیجی چه در سو وقت او پا کم زای کیجی. بر بنیاد این توافق، در صورتی که طالبان تعهد نشان دهند که برای عملی کردن آتش بس یک هفته‌ای با نظامیان آمریکایی و کاهش خشونت در برابر نظامیان افغانستان آماده‌اند، آمریکا توافقنامه صلح را تا پایان ماه روان میلادی با این گروه به امضا می‌رساند. در نوشتم تاریخ پوری با قرارداد امضا شد، دیگه نورست با بیا پلسم تاریخ پا جرمنی یا ناروی که دی افغان
او طالبانو ترمنز د افغان سیاسینو او طالبانو ترمنز او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنز خبري پیل کیږي. بر بنیاد اطلاعات منابع نزدیک به گفتگوهای قطر هنوز هم موردهای اختلافی همچون مهلت زمانی خروج نظامیان آمریکایی و رهایی زندانیان طالب وجود دارد، اما رایزنی ها میان نمایندگان دو طرف جریان دارد تا همزمان با آغاز گفتگوهای بین افغانی روی این موردها نیز توافق شود. گرامی داشت از نخستین سالیاد در گذشت صبغت الله مجددی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در این مراسم پیشرفت های پسین در روند گفتگوهای امریکا با طالبان را امیدوار کننده می خواند و می گوید کاهش خشونت ها نخستین گام برای رسیدن به آتش بس و گفتگوهای بین افغان هاست. سطح جنگ پایین بیاید، کاهش خشونت صورت بگیره و این زمین اساس شود برای آتش بس سراسری و بالاخره رفتن به مذاکرات بین الافغانی که نتیجهش صلح بین خود افغان ها باشه و ایجاد یک وضعیتی که افغان ها با هم و با دیگران در صلح زندگی کنن، با افکار متفاوت، با اندیشه های متفاوت، با طرز فکر متفاوت و کشور خود از این بلای جنگ نجات بتن، یک زمینه مساعد شده. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور نیز ابراز امیدواری می کند که پیشرفت های پسین و گام های بعدی گفتگوها منجر به پایان جنگ در کشور شود. چی تیرش با در افغانستان دو سول دو امیدواری جنگ دیر سو ساملی اقدامات بکسی بید خدای تعالی جمو جر تر جر رو رسی بید جر تر جر دی خدای تعالی حقیقت که لکز مور بولیس محترم در همین حال شماری از چهره های سیاسی تاکید دارند که باید اختلاف های انتخاباتی کنار گذاشته شده و یک هیئت فراگیر برای گفتگوهای بین افغان ها تشکیل شود، هیئتی که به گفته اینان بتواند از نظام جمهوری پاسداری کند. در مذاکرات سال چتر جمهوری اسلامی افغانستان در یک صف واحد با طرح روشن، با موضع‌گیری واحد در مذاکرات بین الافغانی شرکت کنیم. اگر ما سیاسیون را جدا تصور کنیم، دولت را جدا تصور کنیم، بعد به میز مذاکره بشینیم، از امی حال ما میخوایم بگویم که شکستتان در مذاکرات مبارک باشه. امید ما این است که به اتفاقی هایی که به علت انتخابات به میان آمده مانع اتحاد و اتفاق ما به خاطر صلح نشود. از حکومت محترم خود تقاضا میکنیم که به اتفاقی های انتخاباتی را یک سو بگذاریم. در میان سیاسیون افغانستان طبعا تفاوت نظرهای وجود داره، ولی آرزوی مایی است که در آخر روز همگی زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان، زیر چتر دولت با جانب طالبا به صحبت بریم. صبغت الله مجدد. بالدرد و دریغ اینهایی که صحبت میکنند متاسفانه در افغانستان یک بار نه بلکه چندین بار آزمایش شدند و مردم افغانستان از چهره اینها نفرت دارند، اما میبینیم که باز هم سعی دارند تا حکومت را یا خوب یا بد کنار گذاشته و به صورت مستقل در پروسه صلح سهم بگیرند، در حالی که روابط آشکار و پنهانشان با کشورهای خارجی مخصوصا پاکستان و ایران کاملا هویدا شده است. این سهمگیری به جای اینکه بر مبنای استراتژی واحد و مبتنی بر منافع بلند مدت افغانستان و مردم این سرزمین تعریف شود، بر منافع شخصی کوتاه مدت و رقابت های نفی و انکار بنا شده است. این حذف و امتناع نه تنها حضور و دخالت کشورهای خارجی را بیشتر ساخته است، بلکه واگرایی و چندپارچگی افغانها را نیز عمیق‌تر می سازد. از این رو مقامات و مسئولین حکومت، آنهایی که دلشان به حال افغانستان می سوزد، آنهایی که در داخل هستند یا خارج هستند، علما و آنهایی که خود اهل دین و مذهب و دانش و فراست میپندارند، جامعه مدنی، مردم افغانستان، مهاجرینی که
در بیش از 15 یا 20 کشور جهان آواره و سرگردان هستند. باید کدورت ها و حذف همدیگر را کنار بگذارند و در مورد یک سیاست داخلی و خارجی واحد به توافق برسند. متاسفانه ما برخلاف نظریات و پیشنهادات ایدی از هموطنان ما که گاهگاه از طریق تلفن ابراز نظر میکنند، من ایر اطمینان دارم که افغان ها همچنان که در داخل افغانستان همدیگر را قبول ندارند و همدیگر را نمیپذیرند، در خارج از افغانستان هم به این شکل است. بنابراین باز هم یک دست سومی به کار است، اما دست سومی که غرض‌آلود نباشد. امروز حتی سازمان ملل متحد جانبدار و طرفدار است. بنابراین بسیار مشکل می نماید که مردم افغانستان حتی در خارج از افغانستان بتوانند در یک صف واحد بیستند و از منافع ملی افغانستان ولو که به کشور برنگردند حمایت و دفاع بکنند. ما یک فرمول کار داریم. فرمول ما ایست که همچنان که در گذشته خارجی ها بر سرنوشت ما حاکم بودند و سرنوشت ما را رقم زدند، این بار هم خداوند یک دست غیب پیدا کنه تا مردم افغانستان تنبیه کنه که اینا بتانند در کنار هم بنشینند و کشور خود را از ورطه بدبختی، فلاکت و بیچارگی نجات بتند. تا زمانی که این چند پارچگی و سیاست های حذف و انکار وجود داشته باشد، افغانستان همچنان در نارامی و جنگ های ناتمام قرار دارد. در این باره برخی از راه های را میتوان جستجو کرد که به بزرگترین مشکل تاریخی افغانستان نقطه پایان بگذارد. خدای نخواسته از گپ نخیزه که همیشه انتقاد میکنی و نکوهش میکنی اما راه بیرون رفت نشان نمیدی. یک، حکومت افغانستان با عنوان تبیین کننده و مجری سیاست گذاری داخلی و خارجی باید با دعوت از افراد تاثیرگذار در داخل و خارج کشور به شمول رهبران خودخوانده سیاسی و غیر سیاسی، علما، اصحاب رسانه و جامعه مدنی به تصمیم واحد در روند مذاکرات سال برسد. این وظیفه جناب دکتر صاحب اشرف غنی است. آقای غنی، اقلا یک کار بکنین که نامتان در تاریخ افغانستان با خطوط زرین و طلایی درج شود، با وجود ندانمکاری و خلاهایی که در دوران زمامداری 5 ساله شما به مشاهده رسیده. ممکن حکومت چنین جلسات را بارها تشکیل داده باشد، اما عدم هماهنگی و چند صدایی افغانها تصمیمات حکومت را تضعیف می سازد. بنابراین حکومت و به خصوص رئیس جمهور غنی، بازم خدمت شما عرض می کنم، قلباً این اجماع ملی را به وجود بیاورد و دست از کینه‌توزی و عداوت علیه سایرین و مخالفان خود بردارد. دوم، چهره های تاثیرگذار افغانستان بازم در خارج و داخل افغانستان با درک شرایط موجود و به خاطر مردم و آینده اطفال بیدفاع از رفتار و رقابت‌های منفی پرهیز کنند و منافع بلند مدت و ثبات این کشور را با نفع چند صباحشان تغییر ندهند. این چهره ها با تاثیرگذاری و اعتماد بر حکومت می توانند به منافع ملی و شخصیشان به صورت همزمان بپردازند. حضور و دخالت سازمان ملل. سوم، حضور و دخالت سازمان ملل متحد. فعالیت این سازمان باید با اولویت ها و منافع مردم این سرزمین صورت بگیرد، نه منافع کشورهای غربی که در رأس آن ایالات متحده آمریکا قرار دارد، نه اینکه پس از تصمیم گیری و ترسیم نقشه را توسط قدرت های بزرگ و منطقه در امور افغانستان، سازمان ملل متحد فقط تایید کننده آن سیاست ها باشد، نه مجری آن. چهارم، حل سیاسی قضیه افغانستان نه تنها برای افغانها اهمیت دارد، بلکه برای کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی نیز از اهمیت بسزای برخوردار است. از این رو انحصار پروسه صلح توسط قدرت‌های بزرگ نمیتواند منجر به صلح دائمی در این کشور شود. پنجم، اجماع. آقای غنی همیشه از اجماع صحبت میکنند، اما طوری که بارها گفتیم، من فکر میکنم که به مفهوم و معنای اصل اجماع نرسیدند. پنجم، اجماع و حضور کشورهای زینف
در کنار امریکا اهمیت بسزایی دارد. از این لحاظ نفوذ روسیه، چین و ایران در افغانستان در کنار، یا بهتر است بگویم موازی با نفوذ کشورهای مثل عربستان سعودی، امارات متحده عرب، کویت، قطر و پاکستان غیر قابل کتمان است و باید این کشورها نیز در امور صلح افغانستان حضور واقعی داشته باشند. نه اینکه آقای خلیزاد با آیس‌آی پاکستان به توافقات برسد و باز هم صفحه جدید بدبختی و بیچارگی را برای مردم افغانستان بکشاید. سخن آخر این که تا زمانی که یک اجماع واقعی ملی و هم دیگر پذیری در سیاست گذاری های داخلی و خارجی افغانستان صورت نگیرد، مذاکرات صلح و مناقشات و جنگ های ناتمام در این کشور به اجماع منطقی و بین المللی نخواهد رسید و این وضع همچنان ادامه خواهد داشت. آنچه در فضای نامنهاد سیاسی کشور ما میبینیم کار بازار است، آینه ابتذال یک ملت است، فرو افتادگی سطح آگاهی مردم است. این همه از جانب ما و اما از جانب طراحان این برنامه ننگین و کودکانه پلیدی و پلشتی است. تبارز حد اعلای نارسایی شخصیتی و اخلاقی است و آینه فرهنگ کثیف است که در آن کوچکترین اثر از ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و مدرنیزم در آن دیده نمی شود. تصور کنیم که یک یا چند فرد چشم سبز و موبور انگلیسی یا امریکایی که باز هم همه از نژاد انگلیسند، با تحصیلات شاید نیمه تمام، با یک دیپلم شیطانی و بدکارگی در دست، با یک خورجین آموزش و تجربه تخریبکاری و اجرای اعمال ضد بشری در یک دفتر از سفارتخانه های خیش در کابل بنشینند و با دریافت هدایات از آمران خود در کشورهای مختلف از پگا تا بیگا برای مردم افغانستان دسیسه بسازند، برنامه بریزند تا لشکر جهل و غارتگری را به آنجاهای برسانند که از سالها به این طرف آرزویشان بود. و اگر شود که از این طریق به ثروتهای مردمان این کشورها، مخصوصا آسیای میانه برسند، ولو به هر قیمتی که باشد. بر صورت دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، این بود صحبت امروز. ما معذرت میخوایم، ما وقتی که صحبت میکنم کم احساساتی میشم، به دلیل شاید بعض وقتا بعض کلمات از زبان ما گفتی مردم فرار کنن. هم بر صورت تا توان کوشش میکنم که رؤوس مطالب و عمق مطلب خدمت شما پیشکش کنم. میریم به سراغ چند خط تلفن، میبینیم که شما چی نظر، چی انتقاد و چی پیشنهاد دارین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. یک دقیقه وقت دارین. دو دقیقه وقت دارین. یک دقیقه کم. دو دقیقه. ایره ما حساب کردم سب 13 ثانیه تیر شد. بفرمایید. خدمت شما و خدمت شنونده های محترم شما تقدیم می دارم. حرفای تانشونیدم بسیار عالی، ولی عمل ای کار عملی کردن کار داره. پهلوی ازی بعضی چیزهایی هست که چون وقت نیست، ما هم رای حلهایی که سرش تحقیق کردیم اضافه، یعنی شامل امی هست ولی کمک اضافه چیزا هم داره. ما سر ازو صحبت نمی کنم که وقت نیست. نیایم راجعه به مسئله توافق صلح. جناب مسکیات فعلا فقط در پشت درهای بسته معامله بین حرکت طالبا و امریکایی ها صورت گرفته و ایره رئیس جمهور امریکا قبلا دو ماه پیشتر امیر اعلان کرده بود که ما سر یک معامله درست با طالبا صورت میکنیم. اما سیاسیون افغانستان، حکومت افغانستان و هیچ کس ایره نمیه که توافق چی هست. توافق فوت هست، پنهان هست کاملا. اما من منحیث یک افغان حدس میزنم و تفکری که دارم با مو روشنایی تفکر خود ایر عرض میکنم که ممکن است با توافق رسیده باشن که چیزی که امریکا میخواید از پایگاه‌هایی که هفت تا میخواستن به دو تا رسیده باشه و طالبا را هم زیادتر در قدرت سیاسی افغانستان شامل کنند و یا به باره دیگه اینا را ممکن است، یعنی چانس حکومت طالبا بیشتر شده نه تحت نام امارت
بلکه تحت نام جمهوریت اسلامی. بله. دیگه ما عرض مییست که امی آخری عرض خودم میکنم، دیگه تشکری میکنم از شما، و او عرضی است که در امی نقشه که شما گفتین انشالله ما صحبت میکنم رایتان، ضرور نیست، بسیار مقبول گفتین که نه تنها در داخل مردم به اتفاقاتی انتقاد نیست جناب مثنیات به شما کرده، این حقیقت و واقعیت است. بله. جامعه ما در خارج هم است، ولی ما زیاد لشکر کار نداریم، میگه 100 مرگ جنگی به 100,000، ما فقط 20-30 نفر کار داریم که می کاروان برا بندازه داخل و خارج وصل کنه، و در این راستا بارها عرض کردیم معملی کار کردیم به داخل وصل است. درست است، تشکر. وقت هم 5 ثانیه تیر شده. بله، یک جهان ممنون. تشکر، زنده باش. تلویزیون آریان افغانستان. بسکنی هستم، محترم. سلام علیکم سب، سعید شما خوب استین؟ سعید شما خوب استین؟ میره بان استین. تشکر، تشکر، زنده باشین. بفرمین. شکر شما را سعید میبینیم. زنده باشین، تشکر. بسکنی هستم، محترم. اجماع افغانستان وقت آماده میشد که امریکا و ملل متحد امیر اشخاص مسلح غیر مسئول از افغانستان جمع میکرد و اینا را یک دست یک پارچه میساخت، به خاطر هزی که متحقن شوند که روزی از سلا پیدا نمیشه، روزی را به یک کار و کمپنی، چون نفع خارجی ها در خود همی به اتفاقی بود. بله. وقتی که نفع خود برداشت کردن از اونجا، حال متحقن شدن که یک دست دیگه که اینا همیشه در جنگ است، یک دست مسلح دیگه است، اینها را داخل بیارن، داخل از این حکومت بیارن که بتانم حداقل درد سر خودشان با داشتن و پایگاه نظامی را که قبول کردن طالبان که می باشه و مسئله نامو سوال و همیز مسکینی ها سه که یک حکومتی که در پولیش مثل که در پاکستان علاقه غیر وجود داره، در افغانستان هم علاقه غیر است که یک کس قتل و قتال یا فراری میشه داخل پنجشیر میشه و کسی گرفتم نمیتونش نمیتونم که بیارن. ببینین همین اشخاص افراد را که ملل متحد شما فکر میکنین که نتیجه اگر طالب نبیند نتیجه به می رقم پیش می رد، در غیر از او امریکا متوجه شده که می تانه ازی دست یارا مار کنه. درست است، درست. تشکر، تشکر، زنده باش. اعتراض که بر امریکا مهم نیست که رئیس جمهور افغانستان تعلیم یافته باشه یا نباشه، رئیس جمهور امریکا یا مقامات امریکایی یا حتی کل کشورهای غربی، اینا به این نتیجه رسیدن که اگر رئیس جمهور افغانستان یک آدم اکادمیکم باشه، این مردم نمیتونن سرنوشت خواهد تعیین کنن، و اگر یک آدم عادی قبیلوی مثل آقای کرزی هم باشه، بنان اونا به دنبال منافع خود هستن. تقریبا میبینیم تقریبا 19 سال است که میگذره و امریکا به صدها بیلیون دلار در این مملکت مصرف کرده. شما ببینین، خوب یک وقت میادم که احزاب چپی در افغانستان مظاهره میکردن، مخصوصا چپی ها و راستی ها، و چپی ها انتقاد میکردن که شما ببینید که مملکت ما در تحت رژیم شاهی چقدر پس مانده است، چقدر عقب مانده است، ما هیچ چیز نداریم، مکتب در ولایت نیست، راه نیست، این نیست، این نیست، و میشه که تا پایان حکومت شهید داود خان همی ادامه داشت، مردم شکایت میکردن. اما بعد از این خو افغانستان میفهمه که دستخوش چی حوادث شد، کور من نمیخوام به او بپردازم، نهایت میخوایم سر 18 سال اخیر صحبت کنم. یک مملکت که در 18 سال با آمدن مبالغ هنگفت پول، با بیش از صدها بیلیون دلار که به این کشور آمده، ما تا امروز نمیتونیم یک کاغذ تشناب بسازیم و هنوزم 90% مردم ما از کلوخ استفاده میکنن. یک مثالش از براتان میگم، بر ما ایده خورده نگیرین که ما میگم ما ملت نیستیم. ای کاش آنهایی که به صدها میلیون دلار به تاراج و چپاول بردن به عوض سرمایه گذاری در کشورهای خارجی اقلا یک فابریکه کاغذ تشناب می ساختن. یک نمونش است براتان بگم. بنابراین امریکا به دنبال منافع خود است و اینا بسیار زیاد عصبانی هستند، برای اینا هیچ فرق نمی کنند که رئیس جمهور افغانستان یک ملای طالب باشه، اشرف غنی باشه، یا دیگه باشه، یا دیگه باشه، نهایت منافعشان باید برآورده شود. امیدوارستم که جواب خدمت شما ارائه کردم تانسته باشه سوال شما را حل کنه، دیگه شکنه مربوط خودتان است. تلویزیون آریان افغانستان، بفرمایید.
بله محترم مسکینیار سه سلام احترام من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم. بینندگان میرسانم تشکر از این روشنگری که میکنین و معلوماتی که میدین. من زیاد ممنون شما هستم، تشکر میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. هر شب خدمت شما درمی. وقتی که امریکا میخواه مائده صلح با طالب امضا کنه و درمی وقت اساس و مذاکرات بین الافغانی آغاز شوه، غنی روانی آلمان شد که نماینده مردم و نماینده و اجماع ملی را تشکیل بده، کسایی را تعیین کنه که واقعا اینا لیاقت امیر دارن که در مذاکرات سهم بگیرن، بازم لوی جرگه را تشکیل میتن، میلیون ها دلار هم مصرف میکنن اشخاص دلخواه خود را تعیین کنه که نمیفهم. من یک چیز عرض کنم، تا وقتی که غنی در این دولت است نه کدام صلح صورت میگیره، نه کدام اصلاحات، نه فساد از بین میره، نه مواد مخدره از بین میره، تا این مریض روانی در افغان در این دولت است هیچ تغییری نمیاره که نظر جناب شما رو میخوایم وقت سانه نمیگیرم. تشکر زنده باشه. تشکر شما چی فرمودین مکروش تایید میکنم دیگه، ما کدام چیز نمیخوایم به افزایم برای از اینکه زیای وقت است میریم به سراغ تلفن های تلویزیون آریانا. افغانستان بفرمایید. عزیز سلام و ادب خدمت شما آقای مشکلیار. من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم. بفرمایید سر. خواهش میکنم. همچنان خدمت علاقمندان محترم برنامه شما سلام احترام تقدیم میدارم. آقای مشکلیار شما یگانه شخصیتی هستید که به هیچ گروه وابسته نیستید و در سیاست هم بسیار وارد هستید. خواهش میکنم. صحبت های شما همیشه بی‌طرفانه است. من گپای جو بایدن تایید نمیکنم، یک نقل قول میکنم کوتاست در میره شما سب گوشی میدنی هم است. الو هستم من؟ بله بله، من بخاطر از این گپ نمیذارم، نمیخوایم وقت تلف کنم. بفرمایید. استاد من خداوند بیاموزه مدیر معرف غزنی از اقوام شریف مازایی بود، او میگفت دعا کنن که در کشور ما نظام به هم نخوره. افغانستان موزیم از اقوام است، هر کدام میگم من از منتلار از راه گذر ملا و ملنگ و سید و حضرت مردم سخت آسیب پذیر هستیم. فتوای یک ملا افراطی از بم اتم که خطرناکتر است. اگر خدای نخواسته نظام به هم بخوره دیگه سگ صاحب خدا نمیافه. آتش نفاق و نفرت قومی و سمتی و مذهبی در میگیره دیگه، او تو کسی پیدا نمیشه که ملت خشم و غضب به هم یکجا بسازه. آقای مسکینی ها دیگه تلویزیون ها و میشنو میبینیم که نفرت و بدبینی چقدر زیاد شده. اشخاص هایی که تظاهر بر روشن فکری میکنند به نام قوم، به نام سمت و به نام مذهب تمام میکنند، یک زمزمه دیگه، ولی یک زمزمه بسیار موزه که دیگه در تلویزیون ها زمزمه میشه تاجک بره و تاجکستان و مشون از آره بره و ایران و ازبکا. این به هیچ نفاق و این نفرت اما گفت به همیشه زار را میبینه دیگه، فکر میکنم که نمیبینه. بله چطور نمیبینه؟ بله آره شما اینو در این تلویزیون ها اینا گوش کنین که چی میگن و چی میشنوید، باور کنین که بیخی. خب تشکر بسر، تشکر، زنده باشید. تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید. بفرمایید سر، بفرمایید سر، در خدمت شما هستم. سلام علیکم محترم مسکینیار سید، ما خلیل نام دارم، مشهور با استاد خلیل. بفرمایید استاد، بفرمایید. زنده باشین. استاد چی نکنیم، من آن استاد مشهور با استاد خلیل هستم، رئیس اکادمی جهانی افریقا. بفرمایید سید، بفرمایید، من در خدمت شما هستم. از این لحاظ خواستم که ما هم یک نظری داشته باشیم. بفرمایید، چرا نه، بفرمایید. مفصل در یوتیوب با نام استاد خلیل فیصل ما یک مفصل درباره اوضاع افغانستان جهان جهود حتما میبینم کردیم و اختیار دوستا و عزیزان قرار دادیم. حتما میبینم وطنبرای عزیزم، عزیز لاز شما لطف بکنین یک مرتبه ببینین، بعد از او باز حرف میزنین مفصل درباره عزیز. درست است، زیرا حتما ایجاب زمان و امو اقتضای رحمت الهی. بله حتما میبیرم، حتما میبیرم. تشکر.
دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، ما دقایق پایانی برنامه امروز است. ما بسیار معذرت میخوایم، تعداد زیادی انتظاری رو دارن که روی لاین بیاین. نهایت شما طور که قبلا خدمت شما اعلان کردم، ما تا امروز 3 جلسه را در بیریای ایالت کالیفرنیا دایر کردیم، مبنی بر یک سلسله نوآوری ها در تلویزیون آریان افغانستان از نگاه تکنیکی و از نگاه مسلکی، و جلسات بسیار موفقانه بود. البته افغان ها همیشه زیاد وعده میتن، زیاد صحبت میکنن، هم کمتر عمل میکنن. و نهایت من خوشوقت هستم که در 3 مسافرت ما دست خالی برنگشتیم. اونه بعض ایران های تازه رو شما میبینن در تلویزیون، برنامه های تازه 3-4-5 برنامه آمده، و قرار است که فردا ساعت 11 اولین برنامه آقای حبیب اوتکی هم مهمان خانه های شما شود، به نام دیبولوس غک یا صدای مردم. و از اول ماه مارچ 2-3 برنامه دیگه هم مهمان خانه های شما خواهد شد، که اکثری برنامه ها از بیریای کالیفرنیا است. اینجا میبینیم کمتر افغان ها علاقه به مسائل افغانستان دارن، اما یک علاقه خاص من در افغان هایی که در او طرف کالیفرنیا هستن میبینم که بسیار دلگرم کننده و امیدوار کننده است. فقط من خواستم خدمت شما اعلان کنم که من بعد روزهای پنجشنبه در برنامه از گپ گپ میخیزه، ما نام اعضای یا کسایی که عضویت تلویزیون آریان افغانستان یا ممبرشپ تلویزیون آریان افغانستان قبول کردن، فقط 10 نفر بر شما معرفی میکنم، برای یک هم خودشان تشویق شوند و هم سایر هموطنان ما، سایر هموطنان ما متوجه شوند که این خانه خانه مشترک است، این صدا صدای مشترک است، این سیما سیمای مشترک است، و ما پخش کننده یا انعکاس دهنده حقایق و رویدادها و رخدادهایی هستیم که از بد حادثه گفته مردم ما را آواره و بیچاره ساخته. و امیدوار هستم که به عنوان یک صدایی که بتانه به گوشای شما درست بشینه، نه به عنوان ای که خدای نخواسته تحمیل کنم من گفتار خدا یا برنامه ها را برصورت، من انتظاری دارم که شما باید ممبرشپ یا عضویت تلویزیون آریان افغانستان بپذیرین. من نام 10 نفر از اعضای تلویزیون یا کسایی را که ممبرشپ قبول کردن خدمت شما اعلان میکنم: خانم عزیزه پوپل، خانم فریده اسحاق، خانم زلش رفیقی، خانم نیله شیوان، خانم ناجی عزیز، خانم نادیه نوابی، خانم ماری نوابی، آقای زیا سحر، آرزو مهداوی و آقای طارق مهداوی، البته و آقای بلال مرتضی. این نام‌ها رو خدمت شما اعلان کردم. در پنجشنبه آینده 10 عضو یا 10 هموطن دیگه ما که ممبرشپ تلویزیون پر کردن و پذیرفتن، نام اونها رو هم اعلان میکنم که ببینیم تا آخر ما چقدر ممبر یا چقدر عضو خواهیم داشت. و در اینجا میرسیم به پایان برنامه از گپ گپ میخیزه امروز. تا برنامه بعدی که فکر میکنم روز دوشنبه خواهد بود، همه شما را به خدا سپرده، لحظات خوش برایتان آرزو میکنم. و بازم تکرار میکنم که فردا ساعت 11 برنامه جناب حبیب هوتکی را فراموش نکنین، به نام دیولوس غک یا صدای مردم. خداوند یار و یاور همه ایتان.